سرخط خبرها سفر گزارشگری ویژه سازمان ملل به تاجیکستان اعلان وظیفه فوق‌العاده به دلیل سردی در قزاقستان قرغیزستان تجلیل ایده را در مرز با تاجیکستان منع کرد سلام بیننده های عزیز نوید بومدادی را با آخرین خبر و گزارش ها از دوشنبه تقدیمتون میکنیم امروز 29 نویبر است. مری لولور، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد وابسته به حامیان حقوق انسان روزی 28 نویبر وارد تاجیکستان شد. سفری خانم لولور تا آخری هفته آینده ادامه میکند. این سفر در پس منظری تنقیدها از محدود شدن آزادی ها در تاجیکستان صورت میگیرد. دفتر مطبوعاتی نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان با پخش خبرنامه گفت سفر امکان میدهد که وضع مدافعان حقوق انسان، نگرانی ها و چالش های اساسی جامعه شهروندی در کشور بررسی شود. مری لولور گفته است دقت اساسی را به تطبیق اعلامیه مدافعان حقوق انسان و سندهای دیگری حقوقی بین المللی روانه خواهد کرد. با گفته نمایندگی سازمان ملل مری لولور با نمایندگان نهادهای دولتی تاجیکستان، کارمندان مسئول سازمان ملل، اعضای جامعه شهروندی، حامیان حقوق انسان، روزنامه‌نگاران ملاقات خواهد کرد. در نظر است گزارشگری ویژه در پایان سفر خود روز 9 دکمبر نشستی خبری برگزار کند. او گفته است از نتیجه سفر خود به تاجیکستان مهم مارس سال 2024 به شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش می‌دهد. سفری گزارشگری سازمان ملل به تاجیکستان در حال صورت می‌گیرد که تنقیدها از محدود شدن حقوق انسان زیاد است. امسال در پس منظر عملیات حکومتی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان 7 روزنامه‌نگار و بلاگر بازداشت و چند از آنها برای سالهای دراز به زندان محکوم شدند. اینچنین چند حامی حقوق از جمله منوچهر خالق نظرف، رهبر اسوسیاسیون حقوق شناسان پامیر و حقوق شناس فراموز ایرگاشف بازداشت شده تحقیق پرونده‌شان ادامه دارد. مقامات همواره تنقیدها را درباره پایمال شدن حقوق انسان در کشور رد میکنند. در شهر بودکند قرغیزستان هم مرز با تاجیکستان برگزاری چهارابینی های ایدونه را تا 31 دکمبر سال 2023 منع کردند. خدمات مطبوعاتی حکومتی بودکند تصمیم را به درگیری مسلحانه اخیر در سرحد قرغیزستان با تاجیکستان ربط داد. در بیانیه رسمی آمده است قرار با جشنهای سال نو، روز بین المللی بانوان، روز غلبه، روز استقلال، زنگ اخیر و روز بین المللی حمایت از کودکان ربط دارد. مقامات محلی روزهای نزدیک کارهای فهماندهی را شروع میکنند. گفته شده است در خبری شهرداری قرار 22 نویبر امسال با اجرا درآمد. روزهای 14 تا 17 سپتامبر در مرز تاجیکستان و قرغیزستان نزاع برخاست. مقامات تاجیکستان درباره کشته شدن بیش از 50 نفر گزارش دادند. رادیو آزادی با تکیه به اطلاعات منابع خود روی خط 83 کشته شده را ترتیب داد. جانب قرغیزستان از 63 کشته و بیشتر از 200 زخمی گفت. مقامات تاجیکستان و قرغیزستان یکدیگر را به سر زدن نزاع و تجاوز مسلحانه متهم میکنند. مقامات شهر اکیباستوزی ولایت پالوداری قزاقستان بعد یک روز از کار ماندن مرکز برق و گرمیدهی شهر در هوای تا 30 درجه سرد وضع اضطراری اعلان کردند. بنا به اطلاع شهرداری جمعاً در این شهر حدود 130 بنای بلندآشیانه زیست به گرمی ماندند. رسانه ها خبر دادند که روز 28 نویبر در شهر باغچه ها کار نمی کنند و مکتب ها به آموزش فاصلوی می گذرند. صدمه در مرکز برق و گرمیدهی اکیباستوز 27 نویبر رخ داده است. این شهر 150 هزار اهالی دارد. قبلا رسانه های این کشور خبر داده بودند که شب 27 و 28 نویبر حرارتی هوا در ولایت اخموله در شمال قزاقستان یک بار پایین رفته با ایسی سرمای قهرتون شد که ده ها نفره که توسط این کشور به روسیه می رفتند در راه درماندند. آنها اساسا مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان و قرغیزستان بودند. نجات بخشانی کمیته حالت های فوق‌العاده بیش از 80 نفر را از راه ها به مکانی گرم جای کردند. غالبانی جایزه موسیقی باب در تاجیکستان اعلان شدند. در مراسم پرشکوه روز 26 نویبر در کاخ سروش دوشنبه برگزار شد. 3 نفر غالب اعلان شدند که یکیش مهاجر افغانستانی بود. جایزه موسیقی باب در تاجیکستان به خاطره باب لیورینگتون نماینده اوجنسی رشد بین المللی بریتانیا راه اندازی شده است. همکارم امیر ایسایف در این مراسم شرکت داشت و گزارش را آماده نمود. محفل پرشور جوانان در دوشنبه برای دریافت جایزه موسیقی باب. اینجا هم موسیقی راک صدا داد، هم موسیقی ملی تاجیکی. فیض ولید، آوازخوان جوان افغانستانی، یکی از 3 نفر غالبان امسالای جایزه موسیقی باب بود. او 23 سال دارد و چند سال است که در شهر وحدت تاجیکستان زندگی میکند. 6 سال میشه که در عرصه موسیقی فعالیت دارم.
گروپ موسیقی ما متشکل از 4 آدم میباشد. همچنین هدف از اشتراک در این برنامه ای است که ما تا بتوانیم موسیقی اصیل افغانستان برای مردم تاجیکستان نشان دهیم. آزمون برای دریافت جایزه موسیقی باب سال 5 است که برگزار می شود. امسال 16 نفر جوانان از 16 تا 25 ساله از تمام منطقه‌های تاجیکستان برای دریافت این جایزه تلاش کردند. فیض ولی در بخش بهترین نمایش، شهرزاد عبدالله‌زاده در بخش بهترین آواز و گروه بلک بندز در بخش بهترین سرود برنده جایزه شدند. هر یک 5000 سومونی جایزه گرفتند. این یک آزمونی تماما آزاد، یگان چرچوبی چگویم سخت ندارد، هیچ ندارد. برای چی؟ برای اونکه آنها میتونند با کدام زبانی که خواهند برامند کنند، در کدام موضوعی که آنها درست میشمورند و اون موضوعی که آنها تلاش دارند میتونند اویدی همون موضوع برامند کنند. و پیش از همه ایجادیاتی صنعتی موسیقی. جایزه موسیقی باب از سال 2017 در تاجیکستان برگزار می شود. جایزه را به یاد باب لیورینگتون نماینده پیشین آژانس رشد بین المللی بریتانیا در تاجیکستان گذاشتند. با گفته تشکیل کنندگان، باب با جوانان تاجیک همکاری داشت و برای رشد استعدادها کمک می رساند. من با افتخار گفته می توانم که اشتراکچیان آزمون های قبلی ما توانستند در صحنه های روسیه برآمد کنند. صاحب جایزه های آزمون های گولس و ویس گولس و غیره بگردند. شرط اساسی این آزمون در آن است که سرودها باید اصلی باشند. یعنی مؤلفان باید خود اشتراک کنندگان باشند. سالهای اخیر در تاجیکستان آزمون های گوناگون میان سرودندگان برگزار می شود. تشکیل کنندگان جایزه باب میگویند آزمون آنها فرق کننده است و برای به صحنه کلان راه یافتن جوانان لیاقتمند کمک میکند. رئیست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه سببی سرازیر شدن یک تاکسی از بالای پل خیابان اسماعیل سامونی شهر دوشنبه را شرح داد. این نهاد گفت حادثه بعد از ظهر 28 نوامبر رخ داد و ماه سرعت بلند باعث صدمه شده است. در این صدمه یک نفر زخمی شده است. وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه با پخش اطلاعیه گفت راننده افتماشینی کیاریو خورشید حلیموف در نتیجه با سرعت بلند در بالای کوپری که خیابان اسماعیل سامونی حرکت نمودن از عهده اداره واسطه نقلیاتی نبرآمده به پنجره آهنی کناری چپی راه برمیخورد و از بلندی 6.5 متر به زمین سرازیر میشود. این یاد مینویسد که هنگام رخ دادن این حادثه یک اتوبوس هم ضرر دیده است. در پی این حادثه یک مسافر افتماشینی تمغه کیاریو جوان دختری 18 ساله ساکن دوشنبه نیز جراحتی جسمانی برداشته در بیمارستان بستری شده است. مقامات سبب های این حادثه را تحقیق دارند. در تاجیکستان صدمه های نقلیاتی زیاد رخ می دهند و سالانه صدها نفر در این صدمه ها کشته و زخمی می شوند. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی 29 نوامبر را فرا می گیرد. آخرین نوامبر سال 2013 در تاجیکستان مرکز یگانه تستی تأسیس شد که امتحان‌های ختم کنی مکتب‌های همگانی و داخل شوی به دانشگاه‌ها را نظارت می‌کند. این مرکز با هدف پیشگیری از رشوت به هنگام داخل شوی به دانشگاه‌ها تأسیس شد و تا اندازه توانست به هدف برسد. فراهم شدن امکانی برابر برای داخل شوی برای جوانان دار و نادار و دسترسی به رشته‌های بودجه‌ای تحصیل یکی از دیگر هدف‌های این مرکز می‌باشد. 29 نوامبر سال 2018 بنیاد معارف و علم و فرهنگ سازمان ملل متحد چکان یک نو گلدوزی ملی در تاجیکستان را شامل فهرست میراث غیر مادی فرهنگی کرد. فرهنگ شناسان تاجیک میگویند اثبات شده است که رمزهای تاقی چکان خیلی قدیمی بوده، در آن 3 نمونه رمزی اوریایی ثبت شده است.
29 نویبر سال 1936 زادروز دلبر قاسیموف یکی از معروفترین چهره‌های سینمای تاجیک است که در حداقل 10 فیلم نقش سیمای میلی زن تاجیک را آفریده است. او در فیلم‌های وقت زنگیری پسر، نصرالدین از خوجند یا شاهزاده زیبو، کوه آهنگر و قسمت شاعر نقش بازیده است. همسرش کارگردان روشن تورابیکوف مؤلف فیلم آب از کجا می‌آید بود. دکبر سال 2006 دلبر قاسیموف در دوشنبه درگذشت. بانک ملی تاجیکستان قربی اسعار خارجی در برابر پول ملی سامونی را چنین تعیین کرده است. شما نویدی بامدادی را تماشا کردید. نظر پیشنهادهای خود را به ما نویسید. تا صحبتی بعدی خیر، خدا نگهدار.